سلام رفقا، احوالتون چطوره؟ امروز اومدم یه جای جدید واسه تون فیلم برداری کنم، یه ذره تنوع شد. اومدم توی پارکی، فکر کردم خیلی خلوته، ولی اونور یه جمعی هستن تولد گرفتن واسه بچه‌شون، اینور یه تیمی داره فوتبال بازی میکنه. درنش اگه یه ذره سر و صدا شنیدین بدونین ناشی از تولد و مسابقه فوتبال و ایناست. امروز میخوام چی بهتون بگم؟ امروز میخوام چند تا از دلایلی که خودم کانادا رو بین تمام کشورهایی که حالا میتونستم اپلای کنم انتخاب کردم رو واسه تون یه ذره توضیح بدم، که اگه شما هم توی این تردید این هستین که آقا من خب مثلا شرایط اپلای کردن رو دارم، برم آمریکا، برم کانادا، برم اروپا، برم اونور آسیا یا برم استرالیا، بتونین یه قیاسی داشته باشیم ببینین چرا مثلا یه نفر مثل من که تقریبا رزومش خوب بود و میتونست همه این دانشگاه رو بره و با شرایط خوب پذیرش بگیره، چرا مثلا کانادا رو انتخاب کرده. بریم سراغ دلیل اول. اولین دلیل واسه من این بود که خب خیلی راحت‌تر کانادا میتونستم ویزا بگیرم به نسبت آمریکا، بخاطر اینکه من اولش با توجه به اینکه خیلی از دوستام رفته بودن آمریکا، داشتن درس می‌خوندن از همون زمان کارشناسی، داشتم گفتم خب منم برم آمریکا. ولی یه ذره عرصه کردم دیدم این پروسه ویزا و این صحبت ها اگه بخواد طولانی بشه و یه ذره استرس به من بده که حالا ویزا میدن نمیدن، به تاخیر میفته، پذیرش هم نپره، گفتم اصلا ولش کن، کانادا خیلی راحت‌تر ویزا میده به بچه‌ها واسه مخصوصا دکترا با فاند. درنچه منم کانادا رو انتخاب کردم. ولی نکته دیگه چیه؟ اینه که ویزایی که کانادا به دانشجوها میده ویزای مالتی هست، یعنی چند بار میتونن، هر چند بار میخوان میتونن خارج وارد شن، ولی اکثرا به بچه‌هایی که دانشجو هستن توی آمریکا ویزای سینگل داده میشه، یعنی یه بار که وارد بشه اگه خارج شه دفعه بعد دوباره باید بره سفارت دوباره درخواست ویزا کنه. خب این بدبختی اضافه است دیگه، چه کاریه. حالا در مورد اروپا هم شاید ویزا واسه دانشجوها راحت‌تر باشه، خیلی سختی نداشته باشه، ولی من چون ذهنیتم بین آمریکا و کانادا بود کانادا رو انتخاب کردم. نکته دیگه ای که در مورد ویزا هست اینه که خیلی راحت به والدینتون یا به همراهتون هم ویزا میدن، و مثلا همراهتون اگه ازدواج کرده باشین ویزا بگیره، برعکس آمریکا که اجازه کار نداره و و فقط میتونه همونجا باشه مگر اینکه اونم پذیرش دانشگاه بگیره و دانشجو شه، توی کانادا همراهتون میتونه کار کنه، میتونه اگه دلش خواست بره حالا پذیرش دانشگاه بگیره، اینش مشابه آمریکاست، ولی توی آمریکا نمیذارن طرف بره کار کنه همراهش، و این یه امتیاز خیلی خوب واسه کسایی که حالا متأهل دارن میان کانادا. دلیل دومی که به ذهن من رسید این بود که پروسه اقامتی و پروسه پاسپورت گرفتن سیتیزنشیپ برای کانادا خیلی آسان تر بود به نسبت اون چیزی که ما توی آمریکا دیدیم، حالا دوستامون باهاش روبرو شدن. حالا توی آمریکا هم پروسه خیلی درازتره، هم راه‌های محدودتری داره، ولی کانادا انقدر راه‌های مختلف گذاشته واسه اقامت گرفتن و حالا بعدش یه مدت کوتاهی اگه اقامت داشته باشی تو اون کشور بهت پاسپورت میده، که من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری تو دنیا انقدر راحت اقامت و پاسپورت بده. یه دلیل دیگه‌ای که خیلی توجه منو جلب کرد اینه که کانادا، البته خب خیلی از کشورهایی که بچه‌ها برای ادامه تحصیل یا کلا مهاجرت میرن کشورهای مهاجرپذیری‌ان که اینا دارن میرن، ولی خب کانادا و آمریکا به نسبت کشورهای اروپایی، حالا اروپایی‌ها بجز انگلیس منظورمه در واقع، چون انگلیس هم خیلی مهاجرپذیره، به نسبت اونا خیلی مهاجرپذیرتره. بافت فرهنگی که داره تشکیل شده از خود مهاجراست و شما اونجا خیلی بیش از حد تو چش نیستی، یعنی یه فرد غریب حساب نمیشی توی کانادا یا آمریکا به عنوان کسی که از خارج اون کشورها وارد شده و تازه داره سعی میکنه جزی از اون جامعه بشه. ولی من فکر میکنم حالا اون چیزی که صحبت کردم با خیلی از دوستام توی کشورهای مثل آلمان، دانمارک، سوئد، شما خیلی به عنوان کسی که از یه کشور دیگه اومده و اینم داره، شاید حالا نژاد و رنگمون هم باهاشون متفاوت باشه، رنگ موم و رنگ چش، رنگ همه چی، یه مقدار تو چش هستی و ممکنه یه سری رفتارهایی ببینی که حس کنی خب اینا منو بخشی از جامعه خودشون نمیدونن، یعنی یه مقدار قاطی شدن با جامعه سخت‌تر بشه. ولی تو کانادا یا آمریکا اصلا همچین چیزی نیست، بخاطر اینکه کل جامعه از همین مهاجرا تشکیل شده و خب تقریبا میتونم بگم توی خیابون که میری یا توی دانشگاه عملا شما تفاوت خاصی احساس نمی‌کنی بین اونی که مهاجره با اونی که خودش اینجا، حالا والدینش، پدر بزرگش، مادر بزرگش مال همینجا بودن و خودش از قدیمیای اینجا میدونه، خودش از کانادایی‌های اصیل میدونه، تفاوتی شما حس نمی‌کنی توی رفتار به اون صورت. ولی توی اروپا احتمالاً این رفتار یه مقدار بیشتره. اینم یه امتیاز دیگه واسه حالا هم آمریکا هم کانادا هستش. یه ویژگی خیلی خوب دیگه هم که کانادا داشت و باعث شد نظر من بهش جلب شه این بود که این کشور توی خیلی از لیستایی که حالا این سازمان‌های بین‌المللی یا مؤسسه‌های نظرسنجی ارائه می‌کنه تو خیلی از لیستا بالا، یعنی تو
لیست نمیدونم سطح شادی مردم بالا، تو سطح امنیت بالا، تو سطح نمیدونم رضایت از زندگی، امید به زندگی، تو همه این لیستا بالا، یعنی رتبه خیلی خوبی داره. و وقتی یه کشوری که مهاجر پذیره همچین ویژگی‌هایی داره، خب خیلی جذاب‌تر میشه به نسبت حالا کشورهایی که مهاجر پذیر هستن ولی تو این رنکینگ ها پایین ترن. یکی از دلایل اصلی که حالا مهاجرها اینقدر تقریبا توی کانادا خوشحال هستن و این رنکینگ ها یه جورایی درست واسه شون عذاب در میاد، به نظر من قدرت خرید بالاییه که افراد تو این جامعه دارن، بخاطر اینکه اقتصاد قویی داره و افراد وقتی تو این جامعه کار میکنن به تبع اون قدرت خریدشون هم میره بالا. یعنی حتی اون کارگر ساده‌ای که تو جامعه داره کار میکنه یا یه دانشجو که اصلا یه حقوق کمی بهش میدن، رضایتی که از زندگی داره با همون درآمد به نسبت شاید خیلی از کشورهایی که حالا تو این لیستا پایین‌تر هستن بالاتر باشه و حس بهتری داشته باشه. و دلیل آخری که واسه خود من کانادا انتخاب بهتری بود به نسبت آمریکا یا کشورهای اروپایی این بود که ببینین آمریکا یه طرز فکری تو مردمش هست، یه نمیدونم بگم یه مفهومی اونجا هست که آقا شما باید خیلی تلاش کنین، یعنی تمام زندگی تو باید بذاری واسه کار، صبح تا شب بدوی پول دراری که یه آدم موفق تلقی بشی توی اون جامعه. یعنی بیش از حد انگار این نظام اقتصادی که اونجا هست، این نظام سرمایه‌داری آدما رو میخواد به کار بگیره که تا میتونن موفقیت‌های مالی به دست بیارن و معیار موفقیت اونجا اینه که شما چقدر پول داری در میاری. توی اروپا یه مقدار خب معکوس اینه، یعنی اونجا دولت‌ها مالیات زیاد میگیرن و سعی میکنن همه یه رفاه یکسانی داشته باشن، یه مقدار معلومه باعث میشه خب افراد یه مقدار نظام تنبل پروریه، نمیگیم حالا همه اونجا تنبلن ولی مثلا افرادی که بیکار میشن خیلیشون انگیزه ندارن برگردن سر کار تو اروپا به خاطر اینکه دولت‌ها دارن به اینا یه کمک هزینه‌های خیلی زیادی میدن. کانادا نه مثل آمریکاست نه مثل اروپا شده، یعنی یه چیز بینابینیه، یعنی از جهت رشد اقتصادی یه نگاهی داره به اینکه تو آمریکا چه جوری برخورد میکنن با درآمدزایی، از طرف رفاه و اینکه آقا مردم حالا یه آرامشی داشته باشن یه نگاهی هم به اروپا داره ببینه اینا چی کار میکنن. واسه همین یه آرامش بینابینی بین راحتی و ریلکسی که مردم تو اروپا دارن هست توی کانادا و قدرت اقتصادی هم بالاه، یه مقدار شبیه آمریکایی‌ها شده. از این جهت به نظر من کانادا آپشن خوبیه چون خیلی میانه روتر هست نسبت به این دو قطبی که گفتم. این چند تا دلیلی که گفتم دلایل اصلی بود که من وقتی داشتم بین کشورها انتخاب می‌کردم که واسه کجا اقدام کنم مد نظرم بود. شما هم اگه دلیل دیگه‌ای هست تو نظرتون بنویسین. قطعا خب به این دلیل‌ها محدود نمیشه، اینا تفکرات من بود واسه اون زمان، ولی خب به نظرم هنوز که هنوزه اینا دلایل معتبر و ولیدی هستن. اگه دلیل دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که خلاف این حرفا رو میرسونه حتما واسه اون کامنت بذارین و بگین که کشور مورد نظر شما کجاست، به نظر شما کجا بهترین ویژگی واسه دانشجوها یا کسایی که حالا با ویزای کار میخوان برن و اونجا یه زندگی جدید تشکیل بدن هستش. ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردین، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.